به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی از دیگر از ویدیوهای چینل جنرال پلاس خوش آمدید. رسانه ها: مرکز ولسوالی کوهستان فاریاب به دست طالبان سقوط کرده است. یک منبع امنیتی در ولایت فاریاب میگوید گروه طالبان شب گذشته از 4 بخش بر پوسته های نیروهای امنیتی در مرکز ولسوالی کوهستان حمله کردند. به گزارش اسپوتنیک، این منبع امنیتی که نخواست هویتش فاش شود به سلام وطندار میگوید طالبان پس از سقوط دادن 4 پست مرکز ولسوالی کوهستان را تصرف کردند. به گفته این منبع در حال حاضر نیروهای امنیتی در روستایی به نام قلعه مقاومت عقب نشینی کردند. این منبع میافزاید که در این درگیری یک نیروی امنیتی جان باخته و یک تن دیگر زخم برداشته است. مسئولان محلی و امنیتی فاریاب در این باره حاضر به گفتگو نشدند. طالبان نیز هنوز در این مورد چیزی نگفتند. مارشال دوستان: صلح جنگ افغانستان را پایان نخواهد داد. مارشال عبدالرشید دوستان میگوید که با وجود آغاز گفتگوهای صلح، جنگ در کشور پایان نخواهد یافت، زیرا به گفته او شبکه حقانی حاضر نیست به جنگ پایان داده شود. به گزارش اسپوتنیک، مارشال عبدالرشید دوستان پس از کسب رتبه مارشالی در یک مصاحبه اختصاصی با تلویزیون یک میگوید که ملا یعقوب پسر ملا عمر، رهبر پیشین طالبان، ملا برادر معاون سیاسی این گروه و ملا فاضل عضو دفتر سیاسی طالبان در قطر با امریکا به توافق رسیدن که جنگ دست بر نمی‌دارند. از سوی هم آقای دوستان میگوید که شبکه القاعده و گروه داعش را در افغانستان شبکه حقانی رهبری میکند و این شبکه حاضر به پایان دادن به جنگ نیست. کارنامه های آقای دوستان در 4 دهه گذشته پر از فراز و نشیب است. برخ او را به نقض حقوق بشر متهم میکنند و هوادارانش او را قهرمان میدانند. اما در اوضاع پیچیده افغانستان تمام طرف ها به حرف های مارشال دوستان گوش میدهند. تازه ترین حرف او این است که به او 6 ماه فرصت داده شود تا طالبان را سرکوب کند. بر بنیاد توافقنامه امریکا و طالبان، 5000 زندانی طالبان باید در بدل 1000 نیروی دولتی که در بند طالبان قرار دارند تا به تاریخ 10 مارچ رها می شدند و پس از آن گفتگوها میان آنان آغاز می شد. تا اکنون حکومت افغانستان 4400 زندانی طالب را از بند آزاد کرده و طالبان می گویند که 845 زندانی حکومت را آزاد کردند. از سوی هم شهاب الدین دلاور، یکی از عضوهای برجسته دفتر سیاسی طالبان در دوحه، حکومت افغانستان را مسئول تأخیر در آغاز روند گفتگوها میان افغانان و ادامه جنگ در کشور دانسته است. نورالله نوری، عضو دیگر هیئت دفتر طالبان در دوحه، نیز گفته است که به دلیل نبود آتش بس میان طالبان و حکومت، جنگ در برابر نیروهای حکومتی ادامه می‌یابد. اما حکومت میگوید که تمام اقدامهای لازم برای آغاز گفتگوها را انجام داده و طالبان باید با کاهش خشونتها و رهایی همه زندانیان حکومتی زمینه آغاز عملی گفتگوها را فراهم کند. مرد در کابل همسرش را با ضرب چاقو به قتل رساند. پلیس کابل اعلام کرد که مرد در مربوطات هفته 12 امنیتی این شهر خانمش را با ضرب چاقو به قتل رسانده است. فردوس فرامرد، سخنگوی فرماندهی پلیس کابل، گفته است که این رویداد روز سه‌شنبه 31 سرطان در سایه بودخاک از مربوطات هفته 12 امنیتی شهر کابل رخ داده است. به گفته او، جسد خانم کشته شده به منظور بررسی بیشتر به طب عدلی و قضایی فرستاده شده است. سخنگوی پلیس کابل همچنین گفت که عامل قتل کشاور این خانم بوده توسط پلیس بازداشت شده و تحت نظارت به سر میبرد. هنوز انگیزه این قتل معلوم نیست، اما فرماندهی پلیس کابل میگوید که بررسی ها در این باره آغاز شده است. چهار نفر در پی واژگون شدن یک موتر در پنجشیر کشته شدند. مقام های محلی در ولایت پنجشیر میگویند که در پی وقوع یک حادثه ترافیکی در مربوطات مرکز این ولایت 4 نفر کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. مسعود عنابی، سخنگوی والی پنجشیر، به روزنامه 8 صبح گفت که این رویداد ساعت 10 صبح امروز چهارشنبه 1 سرطان در منطقه نرمه آستانه ولایت پنجشیر رخ داده است. به گفته او، یک نوع موتر مسافربری از جاده فرعی در این منطقه منحرف شده است.
سخنگوی والی پنجشیر گفت که در این حادثه یک مرد، یک زن و دو کودک کشته شدند. منصور عنابی دلیل وقوع این حادثه را به احتیاطی راننده ها عنوان کرده است. افراد مثلث پلیس ترافیک را در سمنگان کشتند. مقام های امنیتی در ولایت سمنگان تایید می کنند که افراد مثلث ناشناس پلیس ترافیک را در شهر ایبک مرکز این ولایت ترور کردند. عبدالمنیر رحیمی سخنگوی پلیس سمنگان گفته است که این رویداد حوالی ساعت 11 پش از چاشت امروز چهارشنبه 1 اسد در ساحه شهید خوبی از مربوطات مرکز این ولایت رخ داده است. او افزوده که افراد مسلح ناشناس این نیروهای پلیس ترافیک را زمان مورد حمله قرار دادند که آنان مصروف گشت‌زنی در این ساحه بودند. به گفته آقای رحیمی، مهاجمان پس از تیراندازی و کشته شدن این دو تن از محل حادثه فرار کردند. او همچنین گفته که در حال حاضر جسد قربانیان این رویداد به شفاخانه ها منتقل شده و بررسی ها نیز در این باره آغاز شده است. تا اکنون شخص و یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. عامل انتحاری طالبان در هلمند دو نیروی دولتی را کشت. در پی حمله مهاجمان انتحاری طالبان بر یک مرکز نیروهای دولتی در ولسوالی نهر سراج هلمند، دو نیروی دولتی کشته و 4 نیروی دیگر زخمی شدند. عمر، سخنگوی ولی هلمند میگوید این رویداد شب گذشته سه‌شنبه 31 سرطان در ولسوالی نهر سراج از مسیر شاهراه قندهار لشکرگاه اتفاق افتاده است. و افزوده است حوالی ساعت 1:30 در مربوطات سای شهر را در ولسوالی نهرالسراج از نزدیکی یک مرکز مشترک نظامیان افغان حمله انتحاری با استفاده از موتر صورت گرفته که 6 افغان نظامی زخمی شدند. سپس 2 تن آنها به دلیل جراحات شدید جان دادند. طالبان تا اکنون در این زمینه چیزی نگفتند. بخش از شهرهای قندهار لشکرگاه از ولسوالی نهرالسراج میگذرد که جنگیان طالبان در این ولسوالی حضور گسترده ای دارند. انفجار ماین طالبان در اروزگان 7 نیروی دولتی به شمول 3 فرمانده را کشت. بر اثر انفجار یک حلقه ماین کنار جاده در مربوطات ولسوالی خاص اروزگان ولایت اروزگان، 7 نیروی دولتی به شمول 3 فرمانده این نیروها کشته شدند. زلگی، سخنگوی ولی اروزگان میگوید که این انفجار حوالی ساعت 9 صبح امروز چهارشنبه 1 اسد رخ داده و به گفته او یک موتر حامل نیروهای امنیتی در مربوطات ولسوالی خاص اروزگان با ماین کنار جاده برخورد کرده است. آقای بادی میگوید در این رویداد 7 نفر به شمول فرمانده پلیس ولسوالی خاص اروزگان، فرمانده پلیس محلی در این ولسوالی و فرمانده توله‌ای 3 ارتش کشته شدند. سخنگوی والی اروزگان گفته است که این ماین از سوی جنگیان گروه طالبان کارگزاری شده بود. طالبان در بخشای از اروزگان فعالیت دارند. چشم‌انداز پرچالش جمهوریت، عملی خوب یا دفاعی بد؟ پس از امضای توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان، تنها موضوعی که در موضع حکومت افغانستان هیچ تغییری نکرده تاکید بر حفظ جمهوریت است. اشرف غنی رئیس جمهور اخیرا در یکی از سفرهای ولایتیش بار دیگر تاکید کرد که طالبان باید به بدنه نظام جمهوری جذب شوند. این درست نقطه مقابل خواسته های طالبان و شاید حتی امریکا باشد که میخواهند پس از مذاکرات داخلی برای صلح اعلامیه های یک نظام جدید را پیریزی کنند، نظامی که شاید نه جمهوری باشد و نه در آن از دموکراسی و انتخابات و مشارکت سیاسی اقوام و نهادهای مردم نهاد خبری باشد. با این همه دولت افغانستان و شخص رئیس جمهور غنی خود را مدافع جمهوری می داند و این اصیل را غیر قابل جایگزین و معامله می داند. در این میان اما معتقدان معتقدند که تنها تهدید در برابر جمهوریت صلح با طالبان یا تفکر طالبانی نیست، بلکه این اصل در عملی حتی از سوی دوستان و مدافعان داخلی جمهوریت هم تهدید و تخریب می شود و عمیقا آسیب می بیند.
سپاس که تا اینم با ما بوده. تا ویدئوی دیگر، بدرود.